سرخط خبرها. ترور یک قاضی مقابل دادگاه شیراز. اعتراضات رفته رفته در حال اوج گرفتن است. نماینده مجلس بوی خون می آید. و سناریو نهادهای امنیتی ایران، مصاحبه اجباری با خانواده کشته شدگان اعتراضات خوزستان. درود بر شما همراهان کانال ایران، خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید. در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. تیراندازی در مقابل دادگاه گل سرخ شهر شیراز. ساعتی قبل مقابل دادگاه شخصی هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت. عده‌ای میگویند فردی که مورد سوء قصد قرار گرفته قاضی دادگاه بوده است. شیراز، دوشنبه 28 تیر ماه 1400. کشته شدن دست کم دو معترض در اعتراض‌های خوزستان. نماینده مجلس بوی خون می‌آید. همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به کشته شدن دست کم دو معترض خوزستانی توسط نیروهای امنیتی، محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس با اشاره به تشدید بحران آب در این استان نوشته است که بوی خون و توطئه سوری می‌آید. او در توییتی که شامگاه شنبه 26 تیر منتشر کرده است توضیح بیشتری درباره این عبارت نداده، ولی گفته است که باید آب را برای این مناطق رها شود تا آتش را خاموش کند. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس هم گفته است قضیه شوخی بردار نیست و دشمن دنبال اغتشاش است. در جریان تجمعات اعتراض‌های سه‌شنبه شب گذشته که در شهرهای مختلف استان خوزستان مانند اهواز، سوسنگرد، شادگان، شوش، شاور و کرخه برگزار شده است، بر اساس گزارش منابع حقوق بشری دست کم دو نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش ها مصطفی نعیماوی جوان 30 ساله و قاسم خزیری نوجوان 17 ساله دو معترضی هستند که بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند. پایگاه اطلاع رسانی حقوق بشر در ایران نوشته است که آقای خزیری بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی مجروح شد و در بیمارستان جان باخت. مقام های قضایی و نظامی ایران تاکنون درباره این دو معترض کشته شده اظهار نظر نکردند، ولی امید صبری پور سرپرست فرمانداری شادگان گفته است که مصطفی نعیماوی به ادعای وی توسط اغتشاشگران کشته شده است. آقای صبری پور ابتدا به خبرگزاری ایسنا گفت که عاملان کشته شدن مصطفی نعیماوی بازداشت شدند، ولی بعداً به خبرگزاری ایسنا گفت که در صدد شناسایی عاملان این حادثه هستیم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به نقل از یکی از اقوام قاسم خزیری او را بسیجی و اهل نماز و روزه معرفی کرده است و نوشته است که عناصر مشکوک او را کشتند. این خبرگزاری روز گذشته نیز ویدیویی از پدر مصطفی نعیماوی منتشر کرد که به زبان عربی می گفت پسرش اهل خلاف و شورش نبوده و با بچه های بسیج و نیروی انتظامی رفت و آمد داشت. محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز به خبرگزاری فارس گفته است انسان‌های جنایتکار وابسته به اجنبی و ضد انقلاب در بین مردم تیراندازی می‌کنند و افراد بیگناه را می‌کشند. نسبت دادن قتل افراد معترض به عناصر مشکوک و ضد انقلاب یکی از دستور کارهای مداوم رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت ایران در جریان اعتراض‌های مختلف است. در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان 98 نیز این رسانه‌ها و نمایندگان مجلس به طور مداوم از نقش دشمن در کشتن شهروندان معترض گزارش می‌دادند، ولی تاکنون سندی در این زمینه ارائه نشده است.
سناریو نهادهای امنیتی ایران، مصاحبه اجباری با خانواده کشته شدگان اعتراضات خوزستان. در سناریو نهادهای امنیتی کشته شدگان همه بسیجی بوده و از سوی مردم معترض کشته شدند. با گذشت 3 روز از اعتراضات عمومی گسترده مردم عرب اهواز به بحران بیابی و قطع حقابه شرب و کشاورزی و کشته شدن حداقل 2 شهروند معترض در اهواز و شادگان، رسانه‌های داخلی و رسمی ایران به طور هماهنگ اخبار این اعتراضات را کاملا سانسور کردند. در این میان خبرگزاری امنیتی فارس منتسب به سپاه پاسداران ایران با تکرار سناریو نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش‌های مردمی، ویدیویی از عموی قاسم خزیری از کشته شدگان اعتراضات جاری در اهواز را منتشر کرده است. قاسم ناصری خزیری 18 ساله در شب دوم اعتراضات در منطقه کانتکس اهواز به ضرب گلوله نیروهای امنیتی مجروح شد و صبح روز بعد جان سپرد. عموی این جان باخته در ویدیوی مذکور قاسم را بسیجی معرفی کرده و گفته که او اهل اعتراض و اغتشاش نبوده است. اصطلاح اغتشاش اغلب توسط مسئولان امنیتی و اجرایی استان خوزستان برای توصیف اعتراضات و قیام‌های مردمی به کار برده می‌شود. فارس ضمن اشاره به کشته شدن حداقل 2 نفر در اعتراضات اخیر خوزستان ادعا کرده که تیراندازی از سوی عناصر مشکوک به سوی معترضان انجام گرفته است. این خبرگزاری امنیتی با انداختن تقصیر کشته و زخمی شدن معترضان به گردن مردم، وجود اسلحه در خوزستان را باعث این مشکلات دانسته است. اظهارات اجباری پیش از آن نیز پدر مصطفی نعیم‌آوی، دیگر کشته شده اعتراضات از شادگان، طی یک ویدیوی ضبط شده گفته بود که پسرش با نیروهای بسیج مشکلی نداشته و اهل خلاف و شورش نبوده است. نعیم‌آوی 30 ساله در شب اول اعتراضات در میدان لاله شادگان مورد هدف نیروهای امنیتی این شهر قرار گرفت و کشته شد. پدر نعیم‌آوی نیز در آن کلیپ امنیتی ادعا کرد که پسرش از سوی اغتشاشگران تیر خورده و جان سپرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی اغلب با تهدید خانواده‌های مقتولان، اعتراض‌های اجتماعی از آنها می‌خواهد با ضبط ویدیو معترضان را مسئول کشته شدن اعضای خانواده خود اعلام کند. در غیر این صورت حتی از تحویل جنازه مقتولان جلوگیری می‌شود و مانع برگزاری مراسم سوگواری خانواده‌ها می‌شود. از سوی امید صبری پور، سرپرست فرمانداری شادگان، نیز در اظهاراتی متناقض درباره کشته شدن یک شهروند شادگانی در اعتراضات این شهر ابتدا مدعی شد در جریان این تجمع افراد فرصت طلب و اغتشاشگر به سمت ماموران نیروی امنیتی و تجمع کنندگان تیراندازی کردند که تیر به یک رهگذر که جوانی 30 ساله بود اصابت و منجر به مرگ او شد. او سپس به 2 خبرگزاری ایرنا و فارس گفت که اغتشاشگران تیر هوایی زدند که به این جوان خورد و دنبال عاملان حادثه ایم که شناسایی کنیم. ادعای نماینده سوسنگرد در همین رابطه قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان در مجلس ایران، با تکرار سخن مقامات امنیتی گفت که اعضای گروه‌های تروریستی در خوزستان به مردم تیراندازی کردند. او یک شنبه 27 تیر به خبرگزاری فارس گفت تروریست‌ها با سوء استفاده از فضای پیش آمده در خوزستان در صفوف مردم نفوذ و اقدام به تیراندازی به سمت مردم کرده و 2 جوان را در شهرستان‌های شادگان و کارون به قتل رساندند. ساعدی با متهم کردن معترضان به کشته‌سازی تمام اعتراضات مردمی پیشین را فتنه نامید و خاطر نشان کرد عاملان و پشت صحنه‌های این حرکت‌های غیر متعارف و همچنین کشته‌سازی‌های کسانی هستند که در آبان 98 و پس از گران شدن بنزین و نیز در فتنه 88 دست به کشته‌سازی و ایجاد ناامنی در کشور زدند. در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات شهرستان سوزنگرد، معترضان در برابر دفتر ساعدی تجمع کرده و با شعار دادن علیه او به سکوت وی درباره بحران بی‌آبی اعتراض کردند. این شهرستان شاهد بی‌سابقه ترین حضور اعتراضی مردم به شرط بی‌آبی بوده که واکنش تند نماینده این شهر در مجلس را برانگیخته است. مجوز سرکوب محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، نیز در تلاش برای امنیتی کردن هرچه بیشتر اعتراضات مردم عرب اهواز و چراغ سبز نشان دادن به سرکوب این اعتراضات، شامگاه شنبه 26 تیر ماه در صفحه توییتر خود نوشت: سربسته میگویم خیلی مراقب حوادث خوزستان باشید، بوی خون و توطئه سوری میآید.
سیاست انکار. پیشتر قاسم سلیمانی دشتهی استاندار خوزستان با انکار وجود هر گونه اعتراض، ویدیوهای منتشر شده از حضور مردم در خیابانها را جعلی و ساختگی عنوان کرد. دشتکی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که برخی به دنبال تحریک مردم هستند و تصاویری جعلی از اعتراضات مردم در فضای مجازی منتشر می کنند. مثلا در شهرهای خرمشهر و سوسنگرد اتفاق و اعتراضی رخ نداده، اما کلیپ های مربوط به گذشته در فضای مجازی منتشر می شود. همزمان برخی مقامات محلی با انتشار اخباری اعلام کردند از صبح جمعه 25 تیر مسئولان زیرآب نسبت به رهاسازی آب در رودخانه های خشک شده استان به ویژه در حوزه آبریز کرخه اقدام کردند. با این وجود شهروندان با حضور در کف خشک شده رودخانه ها ویدیوهای ارسال کردند که ادعای مقامات محلی را نفی می کرد. اعزام نیروهای سرکوب به استان. در همان حال با گسترده تر شدن اعتراضات، ویدیوهایی از اعزام نیروهای سرکوب و ضد شورش از استانهای مجاور به خوزستان منتشر شده است. ورود یگانهای ویژه با تمام تجهیزات به اهواز. اینجا پل زال خرم آباد به اهواز 26400. فعالان اهوازی میگویند به رغم مسالمت آمیز بودن این تظاهرات، یگانهای امنیتی، انتظامی و ضد شورش به سوی معترضان آتش گشوده و برای متفرق کردنشان از شلیک گاز اشکاور نیز استفاده میکنند. گزارش های نیز از مجروح شدن بسیاری از شهروندان منتشر شده که بسیاری به دلیل ترس از بازداشت به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند. با این حال مهدی چنانی 20 ساله اهل شهرک اندیشه شوشتر که در جریان اعتراضات مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفته بود به دلیل شدت جراحات در بیمارستان بستری شده و گزارش ها از وخیم بودن حال او خبر می دهد. اعتراضات مردم خوزستان به بیابی، سیاست های انتقال آب و خشک کردن عمدی رودخانه ها و تالاب های استان از شامگاه پنجشنبه 24 تیر آغاز شد و به سرعت تمام منطقه را فرا گرفت. در جریان این اعتراضات که از لحاظ گستردگی کم سابقه بود، حتی روحانیون و بزرگان عشایر که تا حدودی محافظه کارانه با این دست حوادث برخورد می کنند از مردم معترض اعلام حمایت کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ضمن نشان دادن مسالمت آمیز بودن تظاهرات هیچ گونه تعرضی به اموال عمومی و نهادهای دولتی را نشان نمی‌دهند.